صف معترضان در یک روز سرد نزدیک به زمستان، روبروی شهرداری هرات. اینها کارمندان و کارکنان این اداره هستند. خیلی وقت است معاشهای آنان به تعویق افتاده. 18 سال من شهرولی کار میکنم، هر سال ما به زور دارم از این دولت بگیریم معاش اضافه کردی. خب الان 11 ماه میشه این برج بیاد، 12 ماه میشه ما اضافه کردیم، ما نمیدم، ما از این جوری میبرنیم رو میدیم، من سوا میدیم خود اینو به شبا گرم شیشتی هم ما همینجگا میریم از صبح تا شوم عواید میکنیم میاریم میدید دولت حق ما نمیده. پای رئیس شورای ولایتی هم وسط است. او قبلا ضامن شده بود تا دولت معاش اینها را پرداخت کند. حالا میگوید بدقولی اداره محلی را دیگر قبول ندارد. معاون مقام ولایت به مردم وعده داد که ما نی با اول سال کار داریم نی با آخر حساب مالی کار داریم، ما تا دو هفته بدون چونه چرا حساب مردم میدیم. ما هم گفتیم زامنه میگپ هستیم، ولی قرار باشه جواز این مردم نده سری بعد چه کار میکنه؟ سری مرد چی جواب مای بده به این مردم؟ پس خواهشم از معاون مقام ولایتی است، خواهشم از مقام ولایتی است که به مردم حال که وعده کردن قول دادن به قول خود وفادار باشن و سوا سر سر که مردم بند میکنن، بند کردن اینا به خاطر گوشنگی و بدبختی واقع قانونی از مردم است. خیلی زود معاش این افراد پرداخت می شود. این حرف معاون والی هرات است. چند هفته قبل شهردار و چند فرد زیر دستش به ظن فساد اداری بازداشت شدند. همین قضیه اوضاع این اداره را به هم ریخته. مشکلاتی که در سطح شهرولی طی یک ماه گذشته ایجاد شده، همون رهبری شهرولی هرات دچار یک سلسله مشکلات شده، اینا باعث شده که یک اندازه همین اضافه کاری و معاشات از اینا دیرتر پرداخت بشه و ولی اداره محلی مکلف، ما با ادارات مرکزی صحبت کردیم و طی مراحل اسنادی اضافه کاری از اینا در حال انجام شدن. این اعتراض مربوط به آن دست از کارمندان شهرداری است که در بیرون از این اداره کار میکنند، رفتگران و نیروهای پلیس شهرداری، کسانی که شاید نتوانند منبع درآمدزایی دیگری داشته باشند. یحیی فولادی، تلویزیون تمدن، ولایت هرات.